شما درباره هواپیمای غیر نظامی گفتید که آیا آمریکا تقصیری داره، مسئولیتی داره در این، در سقوط این هواپیما؟ به هیچ وجه. و من فکر میکنم که این سوال واقعا، خیلی بخوایم رو راست بگیم، سوال توهین‌آمیزیه. ایرانی‌ها از یک موشک استفاده کردن که هواپیمای خودشون رو بزنن و روزها در این باره دروغ گفتن، به مردم خودشون دروغ گفتن، به دنیا دروغ گفتن و دولت‌های دیگر، کانادا، اوکراین، بریتانیا، آمریکا و جهان دست اونها رو خوند و دست اونها رو رو کرد. تنها کسانی که مسئول ساقط کردن هواپیمای اوکراین هستن رژیم تهرانه. و اینکه بخوایم این شایعه رو ایجاد کنیم که ایالات متحده هیچ گونه تقصیری در این باره داره، به صورت اساسی توهین‌آمیز و توهین به ایالات متحده آمریکا است و کاملا فاقد هر گونه پایه اطلاعاتی است. ولی متشکرم از اینکه در این باره صحبت کردید. خانم اورتگاس، نمیشه تاریخ رو به یک هفته و 10 روز گذشته در واقع خلاصه کرد. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم. نه، من فکر میکنم که شما در کل طول این مصاحبه همچنان دارین پروپاگاندای رژیم تهران رو ادامه میدین و من متاسفم که شما همچنین تصمیمی گرفتید. رژیم تهران مسئول رفتار خودش هست. اونها این رفتار خودشون رو در سال گذشته داشتن، نه فقط به خاطر اینکه این دولت، نه به خاطر اینکه این دولت از برجام خارج شد، بلکه به خاطر 40 سال تاریخ رفتار ایران.